ده کشته، نتیجه 10 ساعت درگیری در کابل. مهاجمان یک شرکت امنیتی بریتانیایی را هدف قرار دادند. کنفرانس سران کشورهای صنعتی دنیا در آرژانتین، در سایه حضور ولیعهد عربستان، مهمانی که برایش پرونده قضایی باز شده. The yeas are 63, the nays are 37. The motion is agreed to. کنگره آمریکا به دنبال محدود کردن حمایت از ائتلاف عربستان در یمن، دولت در پی متقاعد کردن کنگره برای ادامه حمایت. و هشدار سازمان جهانی هواشناسی، زمین گرمتر شده، هزینه های انسانی آن بیشتر. به اولین بخش خبری زنده امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. در حمله شب گذشته به شرکت امنیتی G4S در شرق کابل دست کم 10 تن کشته و 29 نفر زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان گفته 5 نفر از کشته شدگان و 16 نفر از زخمیان این رویداد شهروندان خارجی هستند. G4S یک شرکت پیمانکار بریتانیایی است که نیروهای امنیتی افغان را در کابل آموزش می‌دهد. مسئولیت حمله را گروه طالبان بر عهده گرفته. روین رهنوش گزارش می‌دهد. وحشت بجامانده از حمله شام دیروز. انفجار خودرو بمب گذاری شده که صدا و لرزش پس از آن تا دوردست‌ها در پایتخت منعکس شد. حمله بالای کمپانی امنیتی G4S، اما خانه ها و ساختمان های نزدیک به آن از تخریب در امان نمانده اند. قدرت انفجار را در اینجا می توان دید. یکی از سنگین ترین انفجارها در شهر کابل. 5 نفر از پرسنل شرکت که کارگرای شرکت هستند، اینا زخمی شدند که 3 نفر از اینا به صورت جدی و عمیق زخمی شدند و 2 نفر دیگه از اینا به صورت سطحی. پس از انفجار مهاجمان 10 ساعت با نیروهای امنیتی جنگیدند. پلیس کابل میگوید شمار حمله کننده ها 5 نفر بوده و نبرد تا بامداد ادامه داشت. فضای شلوغ بیمارستانی که این وضعیت دیگر در آن تازگی ندارد. همین یک هفته پیش هم شماری از زخمیان یک انفجار در کابل را به اینجا آورده بودند. یک گرم شد دیگه تمام، یعنی سقف اتاق و شیشه و چیزی که بود در اوشتکارش برامدیم در روزا مروزای وجود نداره. یکی از 4 شهروند خارجی کشته شده بریتانیایی است. 5 بریتانیایی و 11 نیپالی هم در میان زخمیانند. رهبران حکومت زمان حمله سرگرم سفر دیپلماتیکشان در اروپا بودند. رفته اند تا روی صلح و امنیت صحبت کنند. این حمله مرگبار درست 4 ساعت پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهوری افغانستان هیئت 11 نفری مذاکره کننده حکومتش با طالبان را در نشست بین المللی ژنو اعلام کرد. روین حالا از کابل با ماست. روین، تو از دیشب دنبال میکردی، به اون بگو که حالا وضعیت کابل چطوره؟ بله مجید، شب گذشته پس از اینکه حمله رخ داد، انفجار در آغاز و بعد از او هم مهاجمان مسلح در ساحه حمله در ساحه رویداد البته با نیروهای امنیتی درگیری داشتند که حدود 10 ساعت درگیری ادامه پیدا کرد و شب گذشته فضای حراس و ترس بر کابل مسلط بود، ولی امروز فضا در کابل عادی بود. هرچند در ساحه رویداد وقتی میبینی حمله به حدی گسترده بوده که نه تنها در محل بلکه خانه ها و ساختمان هایی را در دورتر از محل حادثه هم تخریب کرده. حکومت افغانستان تا به حال به این حمله هیچ واکنش نشان نداده. ظاهرا به نظر میرسه که سران حکومت وحدت ملی هنوز هم درگیر بحث ژنو هستند، نشست بین المللی ژنو که نشست 2 روزه البته که برگزار شد.
و در میان کسانی که کشته شدند، ده از ده نفر کشته، چهار نفر خارجی هستند که سه نفرشان هویتشان هنوز مشخص نیست و یک نفرشان بریتانیایی هست. در میان زخمیان هم که 29 نفر هست بریتانیایی هستند و همچنان نیپالی ها. به نظر می رسد که با توجه به این که بریتانیایی ها در میان کشته شده ها هستند، انتظار می ره که واکنش های خارجی هم نسبت به این حمله داشته باشیم. ممکن اتحادیه اروپا، ناتو و سازمان ملل و اینها شاید واکنش تندتری داشته باشند. و موضوع دیگر این که گروه طالبان یک بار دیگر در اعلامیهشان تاکید کرده که ما به این حمله ها ادامه میتیم و ایره گفته که یک عمله را یک نو انتقام البته انتقام کرده و ایده گفته که در هیچ جای پس از این آنچه اونها اشغالگران گفتند احساس امنیت نخواهند کرد. ولی همزمان همونطور که گفتی طالبان این بیانیه رو داده، همزمان مذاکرات صلحشون رو در ژنو همونطور که در روزهای گذشته ما در واقع پوشش دادیم داره برگزار میشه. چقدر ممکنه این حملات تأثیر بذاره بر اون مذاکرات؟ بله بله، میخواستم همین را بگویم که نه تنها مذاکرات صلح ژنو، بلکه آقای زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان از مدتی به این طرف در دیدوادیدهای با مقامهای افغان و همچنان با مقامهای طالبان و برخی از کشورها داشت به دلیل و میخواست که به نحوی به دنبال از این بود که مذاکرات صلح در افغانستان با طالبان ممکن بسازند. ولی این حمله نشان میده که هنوز هم طالبان قانع نیستند برای از اینکه بیان به مذاکرات صلح بپیوندند و این میتونه یک نوع واکنش البته در برابر فعالیت‌های آقای خلیلزاد و خواسته‌های صلح‌خواهانه دولت افغانستان باشه. ممنونم از تو روین رهنوش از کابل با ما. ایران امروز دو زیردریایی کلاس قدیر خدا در بندر عباس به آب انداخت. اعلام شده که این دو زیردریایی را متخصصان سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع ساختند. نیروی دریایی میگوید این زیردریایی ها توانایی شلیک اژدر، نشستن بر کف دریا و اجرای عملیات ویژه خروج غواصی برای حمله و غافلگیری را دارند. گزارش ها از ایران هاکی است. اسماعیل بخشی نماینده بازداشت شده کارگران هفت‌تپه به بیمارستان منتقل شده. برخی فعالان حقوق کارگران دلیل انتقال او به بیمارستان را بدرفتاری ماموران در بازداشتگاه اعلام کردند که از جمله به متورم شدن سر و صورت او منجر شده. همزمان گزارش شده علی نجاتی از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هم امروز در منزلش به دست ماموران پلیس بازداشت شده. در هفته‌های اخیر کارگران این شرکت در اعتراض به وضعیت معیشتی خود دست به اعتراض زدند. کنفرانس سران 20 کشور صنعتی دنیا در بوئنوس آیرس در آرژانتین یک روز قبل از شروع تحت شعاع سفر ولیعهد عربستان قرار گرفته که قرار است در این کنفرانس شرکت کند. دیدبان حقوق بشر از آرژانتین خواسته که طبق قوانین داخلیش محمد بن سلمان را به عنوان جنایتکار جنگی تحت تعقیب قضایی قرار دهد. گزارش شده که رئیس جمهوری آمریکا هم از ملاقات با ولیعهد عربستان خودداری خواهد کرد. کساناجی در گزارشش میگوید در کنفرانس امسال دشمنی ها قوی تر از دوستی هاست. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان از اولین مهمانان کنفرانس سران گروه 20 است که وارد بوئنوس آیرس شده است. اینجا او به خاک کشوری قدم می‌گذارد که طبق قوانینش می‌تواند او را به علت جنایات جنگی تحت تعقیب قرار بدهد. در بیرون سفارت این کشور تدابیر امنیتی پلیس، نگران از تظاهرات احتمالی علیه او. دیدبان حقوق بشر از دستگاه قضایی کشور خواسته است که ولیعهد عربستان را به علت نقشش در کشتار غیر نظامیان در یمن و قتل روزنامه نگار منتقد این کشور جمال خاشقجی دستگیر کند. مسئول دیدبان حقوق بشر کنس رات در پیامی توییتری نوشت از آنجا که ولیعهد عربستان جلوی هر گونه تحقیق قضایی در مورد نقشش را در کشورش گرفته، دیدبان حقوق بشر از آرژانتین خواسته است که بر اساس اصل صلاحیت جهانی پیش قدم شود. قبل از سفرش به آرژانتین ولیعهد عربستان از تونس دیدن کرد، در کشوری که آنجا هم گروه های مدافع حقوق بشر به سفر او اعتراض کردند.
مجازر لقادته في اليمن. کشتارهایی که در یمن داره اتفاق میفته کار اونه. اون مسئول قتل کودک‌ها، گرسنگی، قحطی و بدبختی‌ها در یمنه. حتی رئیس جمهوری آمریکا هم که همچنان چشم به دلارهای سعودی دوخته و به ساز این کشور میرقصد، گفته است که در بوئنوس آیرس با او ملاقات نخواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا حالا تحت فشار کنگره است تا در مقابل عربستان سعودی موضعی سخت‌تر اتخاذ کند. کنگره‌ای که دیشب تصویب کرد به زودی حمایت آمریکا از عربستان در جنگ یمن را به بحث و رأی بگذارد. دبیر کل سازمان ملل از معدود کسانی است که برای ملاقات با ولیعهد عربستان ابراز آمادگی کرده است. به نظر من داریم به امکان برگزاری مذاکرات صلح یمن نزدیک می شویم که بسیار مهم است و البته عربستان نقش مهمی در آن دارد. من حاضرم با ولیعهد یا هر مقام دیگر عربستان در این باره صحبت کنم. در همین حال مقام های پایتخت آرژانتین در میان تدابیر شدید امنیتی از مردم خواستند اگر می توانند شهر را در دو روز آینده ترک کنند. آرژانتین فردا را تعطیل رسمی اعلام کرده و طی آن همه سرویس های قطار، مترو و اتوبوس های شهری متوقف خواهد بود. مخالفان این کنفرانس دست کم 33 برنامه اعتراضی علیه کنفرانس اعلام کردند. کنفرانسی که قرار است رؤسای جمهوری روسیه، آمریکا و چین هم در حاشیه آن ملاقات‌های دو جانبه و جداگانه‌ای داشته باشند. کسرانجی، بی بی سی. مجلس سنای آمریکا با وجود مخالفت دولت ترامپ بررسی طرحی را آغاز کرده که در صورت تصویب نهایی به کمک‌های نظامی آمریکا به عربستان در جنگ یمن پایان می‌دهد. 14 سناتور جمهوری‌خواه برای پیشبرد طرح به سناتورهای دموکرات پیوستند. وزرای امور خارجه و دفاع آمریکا در جلسه پشت درهای بسته به سناتورها هشدار داده بودند که رأی دادن به این طرح ایران و حوثی‌های یمن را دلگرم می‌کند. بهمن کلباسی از نیویورک گزارش می‌دهد. نائب بزرگ اکثریت سناتورهای آمریکایی به سیاست دولت ترامپ در حمایت از عربستان سعودی. شست و سه رأی مثبت در برابر 37 رأی مخالف که راه برای آغاز بحث بر روی طرحی را باز کرد که در صورت تصویب نهایی کمک‌های نظامی آمریکا به جنگ عربستان در یمن را ممنوع می‌کند. چند ساعت پیش از این رأی، وزرای خارجه و دفاع دولت ترامپ پشت درهای بسته از سناتورها خواستند این طرح را رد کنند، چون از دید این دو وزیر قطع حمایت از عربستان به تلاش‌ها برای برقراری آتش بس در یمن ضربه خواهد زد و دلگرمی خواهد بود برای حوثی‌ها و متحدان ایرانی آنها. من همه اطلاعات سری موجود در مورد خاشقجی را خواندم. هیچ گزارشی که مستقیم شاهزاده عربستان را به دستور قتل متصل کند وجود ندارد. موضع دولت ترامپ در ماجرای آقای خاشقجی اما سبب شده آتش زیر خاکستر نارضایتی از ادامه جنگ یمن هم در میان سناتورها از هر دو حزب شعله ور شود. من چند ماه با این طرح مخالفت کردم چون می‌خواستم به دولت ترامپ فرصت بدم تا ببینم تلاش‌هاشون برای پایان دادن به بحران انسانی در یمن نتیجه میده یا نه، ولی تنها چیزی که رخ داده بمباران اتوبوس بچه مدرسه‌ای ها و دیگر اهداف غیر نظامی بوده. آمریکا نباید پشتیبان چنین سیاستی باشه. به طرح رأی میدم. ما شاهزادهی در برابرمونه که رفتار غیر قابل کنترلی داره، از تحریم کردن قطر گرفته تا بازداشت نخست وزیر لبنان و حالا کشتن خاشقجی. چه مدرک مستقیم صدور دستور قتل از طرف او وجود داشته باشه چه نه، هیچ کدوم از سناتورها باور نداره که چنین کاری بدون اذن او انجام گرفته باشه. رهبر عربستان یک دیکتاتور دروغگوست. ما در مجلس سنا باید به عربستان سعودی و جهان این پیام رو بفرستیم که مخالف این فاجعه انسانی هستیم. وقتی ما درگیر جنگ داخلی کشوری دیگر که هیچ ربطی به منافع و امنیت مردم آمریکا ندارد شده ایم، این حق مجلس سناست که صدایش را بلند کند. رأی قاطع به پیش بردن این طرح حتی اگر در مجلس نمایندگان متوقف شود یا ترامپ آن را وتو کند، نمادی است از نارضایتی گسترده در هر دو حزب که ادامه سیاست فعلی دفاع و لاپوشانی ترامپ برای عربستان را مشکل می‌کند.
ریاض در 3 سال گذشته موفق شد از لبریز شدن صبر مخالفان جنگ یمن در واشنگتن جلوگیری کند. قتل خاشقچی اما اعتبار سیاسی شاهزاده سعودی را سوزانده و تلاش‌های ترامپ و وزرایش برای جلوگیری از اوجگیری نارضایتی‌ها را بسیار سخت کرده است. بهمن کلبوسی، بی بی سی، نیویورک. برای خبرهای بی بی سی با سرخط خبرهای مهم روز ادامه می‌دهیم. حمله شب گذشته به یک شرکت امنیتی بریتانیایی در شرق کابل دست کم 10 کشته و 29 زخمی به جای گذاشت. کنفرانس سران 20 کشور صنعتی دنیا در آرژانتین یک روز قبل از شروع تحت شعاع سفر ولیعهد عربستان قرار گرفته. در ادامه برنامه ملکه هنر فعالیت‌های فرح پهلوی در یک کتاب. یک هشدار تازه و تکان دهنده این بار از طرف سازمان جهانی هواشناسی درباره خطرات گرم‌تر شدن زمین و تغییر اقلیم. در این گزارش هزینه انسانی و اقتصادی گرمایش زمین شرح داده شده. گزارش امروز در آستانه اجلاس جهانی مقابله با تغییر اقلیم و مخالفت پرسر و صدای چند دولت خاص علیه این تلاش‌ها منتشر می‌شود. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. زنگ‌های خطر گرم‌تر شدن زمین را امروز سازمان جهانی هواشناسی به صدا درآورد. در گزارشی که مقامات این سازمان دادند، توضیح داده شده که روند گرمتر شدن زمین چه بوده، چه خواهد بود و چه مشکلاتی را برای مردم جهان به بار می‌آورد. این رؤوس هشدارهای امروز این سازمان بود. 20 سال از گرمترین سالهای ثبت شده در تاریخ بشر در 22 سال اخیر بوده. امسال 4مین سال پی در پی است که گرمای هوا رکورد سال قبلش را می‌شکند. امسال 150 میلیون نفر بیشتر از 20 سال پیش در معرض موج گرما قرار گرفتند. این باعث شده 150 میلیارد ساعت کاری به دلیل گرما تلف شود که بیشتر آن در بخش کشاورزی بوده. امروز متوسط گرمای هوا 1.5 درجه نسبت به دوران انقلاب صنعتی بالا رفته و با ادامه وضع موجود تا آخر این قرن 5 درجه بالاتر خواهد رفت. کوتاهی دولت‌ها در مقابله با گرمتر شدن زمین به بهانه رشد اقتصادی امروز صدای دبیر کل سازمان ملل را هم درآورد. بعضیا شاید استدلال کنند که نمیتوان همزمان هم با تغییر اقلیم مقابله کرد هم رشد اقتصادی داشت. من قویا مخالف این حرف هستم. اتفاقا عکس این قضیه درست است. هزینه های اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی تغییر اقلیم آنقدر زیاد است که هزینه مقابله با آن در برابرش رنگ میبازد. این پاسخ دبیر کل سازمان ملل به دولت‌هایی است که می‌گویند کاهش مصرف سوخت فسیلی که باعث کاهش گازهای گلخانه‌ای خطرناک می‌شود، هزینه دارد. 3 دولت امروز بیشتر از همه بر طبل این استدلال می‌کوبند. اول دولت آمریکا که به رغم هشدارهای مکرر مراکز علمی وابسته به خودش، رئیس جمهور و دستیارانی دارد که می‌گویند این هشدارها را باور نمی‌کنند. دوم دولت جدید و منتخب دست راستی برزیل است که همین امروز اعلام کرد سال آینده میزبان اجلاس جهانی تغییر اقلیم نخواهد بود، زیرا پول شرکت در اینجور اجلاس ها را ندارد. و جالبه توی اکثر این پروژه ها میبینی یهو نفوذ جذاب در میاد. و سوم ایران، نه دولتش بلکه جناح قدرتمند حاکم که این روزها به رغم تلاش های دولت برای کاهش گازهای گلخانه‌ای تمام قد به مخالفت برخاسته و مسئله را به بحث سیاسی و امنیتی بدل کرده. برجامو نیده بودن آقای من اشاره کردم شما در تهیه این متن، شما در تهیه این متن یک نفوذی داشتید که الان توی کشور از کشور متواریه. در برجامی که با دلسوزی اصلا اون فرد اصلا ارتباطی به توافقنامه پاریس نداشته. قرار است هفته آینده مجلس ایران بنا به درخواست دولت توافق پاریس را بررسی کند. توافق 3 سال پیش جهانیان برای نجات زمین از خطر گرمتر شدن. چنانچه ایران توافق پاریس را رد کند، بجز خود ایران ضرر چندانی متوجه جهان نمی شود. زیرا سهم ایران در تولید گازهای گلخانه‌ای 1% است. 60% گازهای گلخانه‌ای جهان را کشورهای صنعتی تولید می کند که در بین آنها کشورهای اروپایی بیشترین تلاش را برای کاهش گازهای گلخانه‌ای کردند. اما در گزارش امروز سازمان جهانی هواشناسی چنین آمده: ما اولین نسلی هستیم که خطر تغییر اقلیم را به درستی درک کرده ایم و آخرین نسلی هستیم که فرصت مقابله با آن را دارد. سیاوش اردلان، بی بی سی. آخر
اخیراً کتابی با نام ایران مدرن ملکه هنر منتشر شده که در آن به یکی از فعالیت‌های هنری فرح پهلوی ملکه پیشین ایران پرداخته شده است. کتاب نگاهی انداخته به گنجینه هنری موزه هنرهای معاصر تهران. علی همدانی به مراسم رونمایی این کتاب در مزون آزولین در لندن رفته. هزاران کیلومتر دورتر از موزه هنرهای معاصر تهران در نیویورک و لس آنجلس و حالا اینجا در لندن. همه به نظاره کتابی تازه آمدند درباره گنجینه نهفته در این موزه در تهران. جامع‌ترین و بزرگترین کلکسیون آثار هنری مدرن غرب که در خارج از غرب و در ایران نگهداری می شود. موزه هنرهای معاصر در تهران که در میانه دهه 50 خورشیدی به همت فرح پهلوی آخرین شهبانوی ایران افتتاح شد، قصه ناشنیده ای هم دارد. تیم بزرگی از زنان ایرانی که پشت ایده جمع‌آوری این آثار و خریداری آن برای موزه هنرهای معاصر تهران بودند. سوژه این کتاب از جمله همین است. کتابی که دو نویسنده آن، ویولا بولوت و میراندا دارلینگ، با پشتیبانی فرح پهلوی آن را به سرانجام رساندند. در حدود 3 سال پیش فکر میکنم خانم ویولا با من تماس گرفتن و گفتن راجب موزه خیلی براشون جالب بود و آمدن منو دیدن و صحبت کردن و علاقمند شدن که یه کتابی راجب موزه تهیه کنن، به خصوص گفتن برای اینی که هم به هنر علاقمندن ایشون و خب این یکی از موزه هایی که خارج از اروپا و آمریکا هستن، در آسیا هست و جای دیگه وجود نداره و به هر صورت یه زن یه خانم این کارو کرده. اینجوری شروع کردیم صحبت کردن از داستان و دیگه کار به چاپ کتاب رسید. منتظر نبودم که به این بزرگی باشه، ولی کتاب قشنگی شد و خوب شد. موزه هنرهای معاصر در گوشه غربی پارک لاله تهران مالک یکی از 10 مجموعه مهم هنر نوگرای دنیاست. در گنجینه دائمی موزه بیش از 3000 اثر ارزشمند از نخبگان هنرهای تجسمی نگهداری می شود که نزدیک به 400 عدد از آنها ارزش استثنایی دارند. از جمله آثار مهم موزه می توان به کارهای شاخصی از گوگن، پیکاسو و اندی وارهول اشاره کرد. از جمله جلد این کتاب تازه تصویری از شهبانو فرح است که اندی وارهول، بنیانگذار هنر پاپ، در سفر به تهران از او کشید. تصویری با سرنوشتی غریب. چند سال پیش در تلویزیون فرانسه نگاه میکردم، یه برنامه درست کرده بودن توی انبارای موزه، رفته بودن تابلویی که از من بود از اندی وارهول، اینجوری با یه کاردی بریده بودن که گفتم واقعا کار عجیبیه، ولی خب در آینده ایران آزاد این یه سمبولی از کارهایی که کردن، البته قابل مقایسه نیست با کارهای دیگرشون، ولی خب اینو دیدم. بر این کتاب در واقع سفری است مجازی به این موزه. بسیاری از آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران در زیرزمین این موزه و در انبارها نگهداری می شود و هرگز بعد از انقلاب نمایش داده نشده. از جمله 10 اثر گم شده از پیکاسو که هیچ کس نمی دانست کجای جهان است در میان این آثار هنری. دانه هایی رو که آدم با محبت و اعتقاد می کاره هیچ وقت خشک نمی شه. چندین تا از جوانای دیدم که بعد از این جریانات دنیا آمده بودن، میگفتم ما که ایران بودیم خوشحالیم این بود که بریم کتابخونه کانون، از اونجا بریم موزه. گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران بیش از 2.5 میلیارد دلار قیمت گذاری شده. تنها نمونه‌ای در جهان که آثار غرب به شرق سفر کردند تا بهانه‌ای باشند برای گفتگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها. بیش از 40 سال پیش. علی همدانی، BBC. آرژانتین 2 دهه بعد از آخرین بحران اقتصادیش دوباره گرفتار مشکل مالی شده. دفعه پیش نتوانست وام‌های خارجی را پس زد و شهرهایش صحنه شورش‌های خیابانی شدند. حالا در حالی دوباره دچار بحران شده که خود را برای میزبانی نشست سران 20 کشور صنعتی جهان آماده می‌کند. تیم ویلکارکس در گزارشی از بوئنوس آیرس به بررسی مشکل و امکان حل آن پرداخت. باشگاه‌های چوگان آرژانتین که بهترین چوگان بازان جهان را دارند از رکود عبور می‌کنند.
اقتصاد آرژانتین دوباره گرفتار بحران شده، ولی برای علاقمندان چوگان زندگی ادامه دارد. اسبا برای صادر کردن به خارج فروخته میشن. اینجا بهترین بازیکنها هم خوب آموزش دیدن، هم اسبای خوبی دارن. بهترین اسبا 50-60 هزار دلار فروش میرن؟ نه، بالای 10 هزار تا. اجاره خونه من قبلا ماهی 3 هزار دلار بود، ولی حالا 5 هزار دلاره. در عرض 4 ماه 2 هزار دلار رفته روش. اینجا زندگی برای هیچ کس آسون نیست، چه طبقات پایین جامعه چه طبقات بالا. زندگی برای همه سخت‌تر شده. بحران اقتصادی جدید به طبقات کم درآمد آرژانتین ضربه محکم‌تری زده. آنها تلاش می‌کنند که ماوریسیو ماکرو در انتخابات سال آینده دوباره به ریاست جمهوری نرسد. میلیون‌ها آرژانتینی دیگه کمک مالی خارجی نمی‌خوان. اونا خاطره بدی از وام قبلی دارن. حدود نیمی از جمعیت آرژانتین به کمک دولت وابسته است و تورم تا یک ماه دیگه ممکنه به 50% برسه. کم درآمدها احساس می‌کنن که بیشتر از بقیه لطمه خواهند خورد. به نظر ما مکری داره ثروت و منابع طبیعی ما رو به شرکت‌های خارجی میده، در حالی که اونا مال مردم آرژانتین هن. خیلی از مردم غذا و خونه و تأمین اجتماعی ندارن، کار ندارن. وحشتناکه. مکری هم داره وضعیت رو بدتر میکنه. دولت برای اینکه بتواند بدهیش به صندوق بین‌المللی پول را پس بدهد، یارانه مایحتاج اساسی مردم را حذف کرده. در نتیجه در بوئنوس آیرس قیمت برق بیش از 5 برابر شده، قیمت آب بیش از 3 برابر و بنزین بیش از 2 برابر. هزینه آموزش و پرورش و بهداشت هم بالا رفته. البته مسیر ناهمواری رو داریم طی می‌کنیم، ولی معتقدیم که پیشرفت‌های خیلی خوبی در جهت تقویت نهادها و اصلاحات عمیق برای تثبیت و رقابتی‌تر کردن اقتصاد داشتیم، از جمله سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها. اگه آقای مکری دوباره رئیس جمهور بشه، ما 4 سال دیگه در این راستا حرکت خواهیم کرد. حرکتی به پیچیدگی و ظرافت رقص آرژانتینی و سالها آزمون و خطا برای ماهر شدن در آن. تیم ویلکوکس، بی بی سی نیوز، بوئنوس آیرس. و یک پسر بچه ناشنوا دیروز مراسم سخنرانی پاپ در واتیکان رو به هم ریخت. این پسر بچه ابتدا به سمت نگهبانا رفت تا ببینه آیا اونها واقعی هستن یا نه. بعد مادرش برای کنترل اوضاع روی سن رفت، اما موفق نشد. به پاپ مادرش گفته که از آرژانتین اومده. پاپ فرانسیس هم که خودش آرژانتینیه به شوخی گفته آرژانتینیا همینطورن، زیر بار نظم نمیرن. بعد رو به حضار کرد و گفت رفتار این بچه من رو به فکر فرو میبره، او خودشه و از ریاکاری آزاده. آیا من هم نزد خدا از ریا آزادم؟ مراسم قطع نشد، اما دختر بچه دیگری هم به روی سن رفت. ممنون که با ما بودید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا دقایقی دیگه با خلاصه خبر باشیم.